جوانی که لباس کهنه پوشیده داره رد میشه. جبرئیل همونجا نازل شد، گفت یا یوسف میشناسی این جوان کیه؟ حضرت یوسف فرمود که نه نمیشناسمش. جبرئیل گفت شما اون موقعی که در خانه زلیخا بودی و زلیخا از تو درخواست فعل حرام رو کرد و شما فرار کردی و زلیخا از پشت دوید و پیراهن شما را از پشت گرفت که پاره شد و همونجا در باز شد، شما مواجه شدید با شوهرش. زلیخا اونجا به شما تهمت زد که اگر کسی قصد سوءی بکنه به همسره چی کار میکنه؟ به شوهرش گفت، یعنی یوسف قصد سوء کرده. حضرت یوسف که من این کار رو نکردم، یه تهمتی بود. اونجا یه کودکی در گهواره به امر خدا به سخن در اومد، گفتش که اگر این پیراهن از پشت پاره شده باشه زلیخا دروغ میگه و کذبت و هو من الصادقین، یوسف درست میگه. و همونجا عزیز مصر فهمید که یوسف داره درست میگه و زنش رو توبیخ کرد. اون کودکی که در گهواره شهادت داد همین جوونی هستش که الان داره میره، لباس کهنه پوشیده، اکرام کن بهش. جبرئیل اینو به حضرت یوسف گفت. حضرت یوسف او رو خواست، مامورینش رو فرستاد که اینو بیارنش. وقتی آوردنش حسابی بهش رسید، هم لباسای فاخری بهش داد، هم حقوقی براش قرار داد، حسابی بهش رسید. جبرئیل که کنار یوسف وایساده بود لبخند زد. خب تو روایت ما داره که ملائکه یه جاهایی میخندن، این روایات ما هست. حضرت یوسف سوال کرد که این لبخندت به خاطر مثلا این بود که من کم اکرام کردم، چی بود؟ جبرئیل گفت نه، من لبخندم از این بود که یه بنده خدا یک بار شهادتی داد در حق تو، اینجوری بهش اکرام کردی. بندگان خدا که همیشه در حق خدا دارن شهادت میدن، اشهد ان لا اله الا الله، خدا باهاشون چیکار میکنه؟ خدا باهاشون چیکار؟ تو یه جوون، یک اون موقع که کودک بود، یه بار در حق شهادت اینجوری برخورد کردی و حالا خدا چجوری برخورد میکنه؟ اون کسانی که دائم اشهد ان لا اله الا الله میگن.